سلام، من دلم از دست این مقامات نظام خونه، به حدی خونه که دلم میخواد همه مقامات نظام بشن یکی. اون یکی هم باد سیاه بردار و ببرتش. حتما میگین چرا؟ چون که من تا همین امروز وقتی میگفتن که نظام ما یک نظام بحرانزا و بحرانزی هست اعتقاد نداشتم، قبول نداشتم. ولی الان به این موضوع ایمان آوردم. یه وقت فکر نکنید که میخوام حرف معاندین و براندازای نظام رو بزنم، نه، ولی اصلا نظام ما زادن اینطوری هست. حتما میپرسیم چی شده؟ بحران جدید چی هست؟ اتمیه؟ مربوط به اتمی میشه؟ نه. مربوط به دخالت توی عراق میشه؟ نه. مربوط به دستگیری مقامات نظام در خارج میشه؟ نه. مربوط به قطعنامه است؟ نه. پس اون چیه؟ دو کلمه است. اول مهر. اول مهر که همه اینایی هم که گفتم توش هست. من نمیدونم الان مقامات نظام برای این بحران جدیدی که نازل شده از آسمون چه فکری کردم و چه کار میخوام بکنم. همجور تو همین فکر بودم. چارنعل تو سر چهارراه استراتژیک دویدم، دیدم اونجا مثل این که میدونه چه خبره منتظر واسده، همونی که 150 کیلو دو ضرب بدون دوپینگ میزنه هر کی میخواد بیاد آزمایش کنه، همونی که کورنری که خودش زده رو با هد میچسبونه تو تور دروازه، اونی که 18 چرخ با بار میلیگر دنده عقب تو تاریکی تو جاده های حراز میبره بالا، دستی رو میکشه سویچ تحویل میده، تکتاز جاده های استراتژیک نظام، همه فن حریف، اونی که مقام عظما بدون مشورت با ایشون آبم نمیخورن، آقای دکتر بزن بهادر. خوشم بیاد که منو خوب کشف کردی. البته در این زمینه هم مدال طلا به تو تعلق نمیگیره. مدال طلا مال خود مرحوم اولیه که از همون روز اول همیشه من میگفت که میدونی بزن با خودت فرق تو با عشق چیه؟ بعد از میکردم نمیدونم. البته میفهمیدم که با عشق فرق میکنم، اما شرط ادب به جا میوردن میذاشتم خود ایشون بگم. میفهمیدن که عشق یه روزی از چشم میفته ولی تو عمرن نمیفتی قرب الهی. آخرش هم نیفتادی، خود ایشون افتاد. آیه دکتر بزن بهادر، یه نامه داریم از محمد نجار وزیر دفاع. ایشون گفتم که من میخوام مژدگانی بدم که همه مسائل حل و فصل شد و ما دیگه رو اوج هستیم. ما هواپیمای سائقه رو امتحان کردیم ولی نمیدونم که چرا دنیا و چرا هیچکس از ما نمیترسه. نکنه نشنفتن که ما این هواپیما رو امروز امتحانش کردیم و میتونیم از پس هر بلایی بر بیاد. اینا رفتن دنبال صدور قطعنامه و برای ما دارن خط و نشون میکشن و چرا نمیترسن از ما؟ من میدونم تو وقتی تو حرفای محمد نجار رو بیشتری بس هر آدم عاقل دیگه ای دوست داری بگردی یه چهار تا فوش بهش بدی چه خلاصه یه مدار عصبانیت کم بشه. محمد نجار با این سوالت واقعا اون کفر من بالا آوردی احمد. سب کو میرم نمیخواد باش دعوا بکنی. اتفاقا همین محمد نجار با همین حماقاتش که داری میبینی کسیه که تو کلاس استراتژی یه چیزی رو فهمیده که هیچ کی دیگه نفهمید، خود منم نفهمیدم. امروز میفهمم که اون روز تو کلاس استراتژی این محمد نجار یه چیزی رو فهمیده بود که دکتر بزن بهادر با همین عرض و طول استراتژیکیش از فهمش اون روز عاجز بوده. باید حقو بگم اینجا هیچی. یه روز تو کلاس استراتژی یک آجری از سقف جدا شد خورد تو کله این. اون موقع تو کلهش کلاه هم بود، همه منتظر بودن بگه آخ سرم، ولی گفت آخ کلاهم خراب شد. من اون روز نفهمیدم، فکر میکردم که این حماقت داره که این حرفو میزنه. امروز میفهمم که حق با اون بوده، چون تنها چیز با ارزشی که اون روز ضربه خورده بود همون کلاه بود. این کله پوک که آجر و بلوک و چوب و آهنم توش بخوره چیزی برای از دست دادن نداره. امروز دوباره خودش رو به منصه ظهور رسوند. همین آدم کسی بود که این روز دیدم داره در عقب از یه گردنه میره بالا. البته 30 کیلومتر نبود مثل گردنهایی که ما میریم بالا، ولی یه گردنه کوچیکتری بود، سختم بود. گفتم محمد نجار چرا دنده عقب میری؟ نکنی میخوای اعضای ما رو در بیاری؟ گفت نه خیر، چیدم چون بالا جای دور زدن نیست، دارم عقب عقب میرم که موقع برگشتن راحت باشه. چند دقیقه بعد دیدم محمد نجار داره در عقب برمیگرده پایین. گفتم چرا در عقب برمیگردی پایین؟ گفت هیچی، رفتم بالا دیدم جای دور زدن هست، تصمیم گرفتم دور بزنم.
این درجه شعور ای آدمو میرسونه. اگه درجه شعور مثل درجه تب درجه داشت که میداشتی 10 کل نمیتکود مینداخت بیرون. همین ما منداش میبینی. خب سر سوال بعدی چون هر چی بیشتر بخوام راجع بهش صحبت بکنم میبینم بیشتر ازش بدم میاد. این از اون تیپایی که دعوا سری همه میخواد بهش کولی بدن. همه میخواد سوار کوله خودشو بکنن. چون وقتی که سوار کوله کسی بشه دیگه کسی قیافه نفسشو نمیبینه. همه راضیه. برو سر سوال بعدی جواب نست. آقای دکتر بزن بادور اگر اجازه بفرمایید برنامه رو همینجا قطع کنیم. من چند تا از این سوالا هست باید دستبندی کنم و بدونم که چی پرسیدن و چه مزخرفاتی گفتن. بنابراین از حضورتون با عرض معذرت میخوام که چند دقیقه برنامه رو تعطیلش کنیم و مجددا برگردیم. برو ببینم چه کار می‌کنی. آقای دکتر نامه داریم از سب کو بیدم. آقای دکتر بزن بهادر زبونه درد میگیره. بله چشم معذرت میخوام. آقای دکتر بزن بهادر یه نامه داریم از این الف واو که نوشتن این متکی بیورزه چه کار میکنه الان که به شدت نیازمند نشاط فعالیت دیپلماتیک در سطح بین‌المللی هست. هیچ غلطی نمیکنه و میره میشینه رو صندلی داغ مصاحبه میکنه که 40 نفر عاقل باید بیان جمع جورش بکنه. خب دیگه این یکی رو راست میگه که این هیچ غلطی نمیکنه ولی یه اشتباه استراتژیکی میکنه. بهتره دیگه که بپرسش این طرف اون طرف بعد از این خرابکاری و خرابکاری بالا بیاره. خب این جیان نظام دیگه. به سوال میکنم اصلا تو میدونی به لحاظ استراتژیکی فرق جیان با ماشینای دیگه چیه؟ استراتژیکی جواب بده. بله جیان ارزونه. 10 بار دارم میگم استراتژیکی جواب بده. با سادگی جواب پرت و پاره تاکتیکی میدی. من دارم میگم که مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن باهدور. از میشد بده. میفرمودن که همه ماشینا خود آدمو میبرن اما جیان هم خود آدمو میبره هم آبروشو. بهتره همینطوری پارکش کنیم رو صندلی دا. آیه دکتر بزن باهدور یه نامه داریم از آقای یحیی رحیم صفوی که ایشون نوشتن که بنده دو تا سوال همونجا دیگر داد. سب کن بابا نمیخواد سوال اینو بخونی. اگه مسئلهش مصری باشه الان تو نظام همه شروع میکنن ریزش کردن و میریزن. این ماشینی که پیچ کارتنش شل شده باشه همجوری روغن شرقی میری درودی میری دیگه نمیشه جمع جورش کرد. عجب بدبختی گیر کردیم. خیلی وضعش خوبه حالا سوال هم میکنه اونم دوتا دوتا. اما برای که به لحاظ استراتیجیکی یه چیزی برای روشن بشه برای توضیح میدم که چرا سوالای همچین آدمایی دوتا دوتاست. این که سهله. این که اصلا یه پر کاهیه. آدمای خیلی درست حسابی. من خودم این رفیقی داشتم که در مجموع تیپ بابا ایولی بود با یه مقدار رگه های جمال عشقی. از اون آدمای بزرگ و فیلسوفی که با کلش کار میکرد. وقتی که با کله میزد تو صورت کسی شیتمش رو زمین خط ترمز مینداخت. اما همین آدم وقتی که دورینگ مشت طرف با چونک آشنا میشد و سرش رو تکون میداد اون موقع که ستاره ها شروع میکردن دور کلش چرخ زدن اون وقتی که همه چی دوتا میدید. خیلی وقتا میگفتش که نامردا چند نفر به یه نفر بهش میگفت بابا جون اون بوکسره اون موقع که زده تک به تک بود الان داری دوتا چهار تا میبینی. خیلی وقتا از خودش رو همون وضعیت من سوال کردم تو وضعیتی که چشاش داشت یکی در جهت عکس عقربای ساعت یکی در جهت عقربای ساعت میچرخید به خاطر مشت سنگی که تو چونش نشسته بود. بهش گفتم که نگاه کن الان دنیا رو چطوری میبینی. اون موقع داشت سوال میکردم بهش میگفتم ببین این ضربه که الان خوردی تو گیجت کرده. گفت نه بابا اگه گیج شده بودم که الان باید این دوتا داور رو چهار تا میدیدم. بهش گفت بابا جون یه داوره اونم داره میره تو همینی که چهار تا و دوتا میبینی معلومه که اون ستاره کار خودشو کرده و کلت داره دور خودش میچرخه. تازه این آدم خیلی بزرگی بود یحیی رئیس صفوی رو که دیگه بلش کن خود مقام عظما که اینو برداشته بوده ور دل خودش به خاطر که همین سوالای پرت و پرار دیگه این طرفو درم نکنه. برو سر سوال بعدی اصلا جا وایناستا. آیه دکتر بزن بهادر تعدادی از مقامات و مسئولین نظام از قوه قضاییه و مجریه و مقننه و از سپاه و ارتش و غیر و ذالک یه نامه مشترک نشن و گفتن که نکته بسیار بسیار خوشحال کننده در سخنرانی و مصاحبه آقای احمدی نژاد این بود که توی این مصاحبه یک بار هم نخواستم که اسم کشوری رو از صحنه و از نقشه حذف کنن و هیچ عربده ای هم نکشیدن و هیچ شاخشونه هم برای هیچ کسی نکشیدن. ما فکر میکنیم که ایشون اصلاح شدن و حرف ما رو گوش کردن و دیگه از این کارا نمی کنن. یعنی اینا که در نامه نوشتن خوشحالن که ایشون عربده نکشیده. بله بله. یعنی اینا خوشحالن که ایشون گفته اسم فلان کشور پاک نمیخوام بکنی. بله بله. خب دیگه پس مشکلی تو خود اینا که نامه نوشتن هست. ما تو محلمون یه رحیم دیوونه داشتیم که هر وقت میاد رد میشد لنگ و لگد نمینداخت به در و همسایه همه خوشحال بودن و واسه هم دیگه تعریف میکردن که امروز رحیم دیوونه رد شد لگد نزد به این مغازه.
عجب بدبختی گیر کردی. من نمیخوام وارد صحبت بشم. بگو اون دوربین به من در آخر برنامه هم هست. ولی مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. هر روز کردن بله. میفهمودن که همه از مرگ میترسن. من از رئیس جمهور احمق. آخرش هم این سر اومد. دوربین که قطع دیگه نه. ببین چه بدبختی مقام عظما داره. این شده رئیس جمهورش. اون شده فرمانده کل سپاهش. اون یکیش رئیس مجمع تشخیص مصلحتش. اون یکی همون مجمع تشخیص مصلحتی الان تازه شده رئیس خبرگاهش هم شده. دور تا دورش کسایی هستن که یکی ریخته، یکی بریده، یکی وا داده، یکی باهاش دعوا داره. خلاصه میخوام بگم که مقام عظما در مجموع در وضعیت بسیار پتاری قرار دارن. میخوام بگم که اوضاعشون داغون داغونه. یا هر کی نگاه بکنی میگه ریختش نگاه کن. نمیگیره. الان که دوربین نمیگیره ولی که شما نباید جلو من بدی مقام عظما بگیری. تو یه از دوربین عظما عزیزتر شدی. دوربین سطح تو میارزه. دوربین بالاخره ساخت یک کشور درستاویه. طوری که من میدونم که از کجا اومدی استراتژیک چه چیزی ساخته شدی. حالا واسه ما پوز بدی که جلو